درود بر شما همراهان همیشگی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی در کشور ما. برگزاری جلسه حمایت دو حزبی کنگره آمریکا از قیام انقلابی مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک، رویدادی مهم در روند پیشروی قیام سراسری و انقلاب مردم ایران است. در این جلسه 30 تن از نمایندگان کنگره از هر دو حزب اصلی ایالات متحده آمریکا، از جمله شماری از رؤسای کمیته ها نیز در این جلسه حضور داشتند و با سخنرانی و ارسال پیام های ویدیویی بر تعهد خود به حمایت از قیام مردم ایران و اراده آنها برای تغییر رژیم و برقراری حکومت دموکراتیک تأکید کردند. این اولین بار است مقام های سیاسی ایالات متحده آمریکا به طور علنی از تغییر رژیم جمهوری اسلامی حمایت می کنند. در فضای سیاسی قطبی شده ای آمریکا، به خصوص در آستانه انتخابات، یک اجماع دو حزبی امری نادر و استثنایی است که این بار علیه جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی برقرار شده است. این اجماع جهانی علیه رژیم فاسد و کودک کش جمهوری اسلامی در حالی است که خواسته ایرانیان آزاده فراتر از حمایت لفظی دولت‌ها از قیام مردم ایران است و می‌خواهند که دولت‌های غرب باور کنند که ایران دیگر در آستانه تغییر است و به عقب باز نمی گردد و باید حق مردم ایران برای دفاع از خود در برابر سرکوب وحشیانه رژیم کودک‌کش علی خامنه ای را به رسمیت بشناسند و در کنار مردم ایران و تمایل آنها برای تغییر دموکراتیک قرار بگیرند. در همین حال و در حالی که رژیم جمهوری اسلامی درگیر سرکوب مردم در داخل کشور است، جنگنده های اسرائیلی حداقل 20 مقر سپاه پاسداران و گروه های نیابتیش را در سوریه، لبنان و یک هدف در خاک ایران را مورد هدف قرار دادند. اتفاقی که بیش از پیش نشان می دهد که سپاه دزد و غارتگران پاسداران تا چه اندازه ضعیف و آسیب پذیر شده است. در این رابطه حتی منابع نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند که شدت انفجارها در مواضع هدف قرار گرفته که سپاه مجبور به پاسخگویی به دولت‌هایی شده است که در آنها عملیات خرابکارانه انجام می‌دهد. برخی تحلیلگران می‌گویند با وجود افزایش تنش بین اسرائیل و روسیه بر سر دخالت رژیم فاسد جمهوری اسلامی در اوکراین و همچنین خیزش جهانی مردم ایران که خواسته‌های آنها را به گوش تمامی جهانیان رسانده است، دیگر اسرائیل و آمریکا نیاز به دلیل برای حمله به مواضع سپاه پاسداران ندارند و بدون مانع به تخریب مواضع این گروه خرابکار در این کشورها اقدام می کنند. در همین حال خیزش جهانی ایرانیان در سر تا سر جهان علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی در جریان است. شهبانو فرح پهلوی در واکنش به سرکوبگران در توییتی نوشت که به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین، با اندوه فراوان و درد بسیار هر روز می شنوم و یا در فضای مجازی می بینم که دانش آموزان و حتی کودکان دبستان آماج گلوله قرار می گیرند و حتی جان خود را از دست می دهند. نام این کودکان و نوجوانان می ماند و موجب سرشکستگی فرزندان شما سرکوبگران خواهد شد. به نیروهای مسلح، ارتشیان، پاسداران، بسیجی ها و لباس شخصی ها برای چندمین بار یادآوری می کنم که این جوانان نازنین مانند خواهران، فرزندان و برادران شما هستند. به آغوش ملت بازگردید. تا کنون از خود پرسیده اید که بهتر نیست که به جای کشتن و بازداشت و شکنجه آنان به مبارزه راه آزادی بپیوندید؟ به عنوان یک مادر به تمام مادران داغدار از صمیم قلب و با تمام وجودم تسلیت می گویم و برایشان آرزوی صبر و شکیبایی دارم. در همین حال امروز شنبه در حالی تجمع مخالفان در سراسر دنیا آغاز شده است و با اجتماع بیش از 100,000 نفری ایرانیان در برلین ادامه می‌یابد که حامد اسماعیلیون در گفتگو با خبرنگار ایران وایر گفته است که فقط به سقوط جمهوری اسلامی فکر می‌کنم.
او در پاسخ به سؤالی در این مورد که شما دومین فراخوان تجمع ایرانی های خارج از کشور را اعلام کردید و جمعیت بسیاری از گروه های سیاسی مختلف همراهیتان کردند و اینکه به نظر می رسد که به نوعی رهبری جریان مخالف جمهوری اسلامی را به دست گرفته اید و از سوی دیگر یکی از الگوهای دادخواهی برای ایرانی ها شده اید، دادخواهی به معنای اجرای عدالت، آیا به قدرت سیاسی در آینده فکر می کنید یا خیر؟ اسماعیلیون می گوید قبل از اینکه این فاجعه اتفاق بیفتد همه ما زندگی های شخصی خودمان را داشتیم و خیلی های من جنایت های جمهوری اسلامی و همینطور پروسه دادخواهی خانواده های دیگر را طی این 14 دنبال می کردیم. وقتی این جنایت اتفاق افتاد چاره ای جز فعالیت نبود. با شکل گیری انجمن خانواده های پرواز این فعالیت شکل منسجم به خود گرفت و آن را تبدیل به یک نهاد مدنی کرد. فعالیت یک فعال مدنی ممکن است به نتیجه سیاسی منجر شود. مثلا یک فعال محیط زیست را تصور کنید. نتیجه و تصمیمی که از یک دولت می‌خواهد تصمیمی سیاسی است. به عنوان نمونه بازگشت شرایط محیط زیست به قبل به تصمیم سیاسی دولت‌ها نیاز دارد. او در پاسخ به این که به قدرت سیاسی فکر می‌کند یا نه گفته است که مطلقاً نه. ببینید من خانواده‌ام را از دست دادم و مثل هر ایرانی آرزوی اجرای عدالت و آزادی ایران را دارم. انتظار من برای آینده برگزاری یک دادگاه در ایران است. یک دادگاهی که بتوانم به حقیقت دست پیدا کنم که برای خانواده‌ام چه پیش آمد. همچنین در 67 و آبان و جنبش سبز چه گذشت و برای تمام کشته‌ها چه پیش آمد. این دادگاه به نظرم دادگاهی بزرگ برای کل جرایم جمهوری اسلامی خواهد بود. انتظار من برای آینده ایران همین است. اما تلاش برای ساقط کردن جمهوری اسلامی بر دوش ماست. درباره اینکه خانواده های قربانیان بخواهند در آینده ایران بخشی از قدرت باشند، اگر از شخص من میپرسید، مطلقاً چنین نیست. او در پاسخ به سوال خبرنگار که میگوید به تصویر سیاسی شما برگردیم که گفتید به دنبال قدرت سیاسی نیستید، اما شنیده هایی در میان گزارش های کنشگران سیاسی و جامعه روزنامه نگاران وجود دارد که به شکل نظرسنجی هم در شبکه های اجتماعی با آن مواجه هستیم. منظورم ایجاد همگرایی میان شما با شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و همچنین پیشنهاد تشکیل شورای رهبری به شما در کنار جمعی از چهره‌های شناخته شده است. چقدر این شنیده ها به حقیقت نزدیک است. اسماعیلیون میگوید من برای تمام فعالان سیاسی آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم احساس مسئولیت خود را جدیتر دنبال کنند. برای به نظر من نیاز هست که این اتفاق بیفتد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران هستند که میتوانند به فکر آینده باشند و فعالیت هایی انجام دهند که مردم را امیدوارتر کند. شخصی مثل من و دیگرانی که فعال هستیم ما فقط به سقوط جمهوری اسلامی فکر میکنیم، با آرزوی ایرانی که در آن عدالت و آزادی باشد. الان بسیاری برای به ثمر نشستن انقلابی جدید در ایران فعالیت میکنند و الان وظیفه فعال سیاسی پیش برده همین سیاست است. او در پاسخ به اینکه چرا برلین را برای دومین فراخوان گرد همایی ایرانی ها اعلام کرده است میگوید که ما فکر کردیم تظاهرات مردم در قلب سیاسی کشور آلمان که نقش مهمی در اتحادیه اروپا دارد مهم است. از طرف دیگر فرو ریختن دیوار برلین وجهه سمبولیکی دارد که پایان یک دوران است. امیدواریم دیوار جمهوری اسلامی هم به همین شکل فرو بریزد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.